سلام بچه ها، چطورید؟ من سیما سینوکس هم، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. بچه ها بلاخره یه کریت فوق‌العاده، یعنی یه کریتی که خیلیاتون خیلیامون باش خاطره داریم، کریت فراین وود. میخوام بریم با هم دیگه بزنیمش، یه گیمپلی خفن هم واسه تون میذارم. اصلا میخوام بهتون بگم آقا داستان این کریت چی بود، این کاراکتر این کریت چی بود، این اسکینش البته چی بود که اینجوری شده، اینجوری آوردنش، چقدر خاطره پشت این کریت خوابیده، همینا رو بهتون میگم. بریم با هم دیگه کریت رو بزنیم و کاراکتر رو بگیریم، یه بیوگرافی هم از این اسکین فرانک وودز بهتون میگم که چی شد اصلا اینجوری شد، یه گیم پلی خیلی خفن هم ازش آخر ویدیو واسهتون میذارم. امیدوارم لذت ببرید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم سراغ کریت. خب بچه ها، همونجوری که دارید ویدیوی کریت رو میبینید، من یه سری چیزا رو بهتون میگم. بچه ها، اول از همه این که این کریت رو من انقدر دوست دارم، یعنی انقدر این کاراکتر رو دوست دارم، اصلا نگاه نکردم ببینم بقیه آیتما چی، دیدم فقط فرانک وودز، گفتم میخوام بزنم. یعنی اصلا واسم مهم نیست چی میخواد بده، چی میخواد نده، چقدر سیبی میخواد ازم بگیره. بچه ها، یه بیوگرافی راجبش بهتون بگم. اونایی که کال آف دیوتی 7 بازی کرده باشن داخل کنسول پی سی یا مثلا کنسول پلی استیشن و ایکس باکس بازی کرده باشن میدونن فرانک وودز کیو، اصلا چه جوری داستانش چیه، چه جوری شده. این اسکینش، این همش هم تکراری داریم، این اسکینش واسه زمانیه که یه دونه ماموریت داشتن داخل آنگولا، میخواستن برن سراغ رول منندز که دیگه همتون هم میشناسیدش، یه شخصیت منفی بود داخل کال آف دیوتی 7. میخواستم برن دنبالش، آقا بگیرنش، دستگیرش کنن اونجا، ولی خب نمیتونه، هر جوری شده نمیتونه، حالا داستانش طولانیه، نمیتونن، گیر میفتن، اسیر میشن، یه سری شکنجه ها روشو انجام میدن که تو اون شکنجه ها، ای والا دستشم بمونده، تو اون شکنجه ها فرانک وودز یه دونه از چشاش از حدقه در میاد، اصلا خیلی وضعیتش داغون میشه، که این اسکین دقیقا واسه همون موقع است که دیوید میسن که بهترین رفیقش بود با هاتسون میان نجاتش میدن، و این اسکین دقیقا مال اون موقع است. حالا بعد اونم دوباره یه جا فرانک وودز با نارنجک میفته پایین میمیره، همه فکر میکنم میره ولی اصلا نمیره، تا اینجا هم 70 تا زدم بهم نداد، این هم 80 همش تکراری، خب چرا اذیت میکنه. بعد فکر میکنم میمیره ولی خب زنده میشه، دوباره زندگی نمیشه، بچه ها نمورده، خیلی ازش خبر نره. این هم از اسکین دمشقم، واقعا اسکین فوق العاده خفن. من بچه خودتون خبر دارید که منم اسکین قبلیشو داشتم، اسکین کریت قبلیشو داشتم، واقعا دوستش داشتم تا اینکه یه خورده خس شد دیگه بر نمیداشتم. این اسکین فوق العاده است، کلی خاطره من با این اسکین دارم، کلی خاطره از کال آف دیوتی 7 و دیوید میسن و فرانک وودز دارم. واقعا خوشحالم که این اسکین اومد، زدمش، خیلی گیم پلی با این اسکین براتون میذارم، امیدوارم لذت ببرید. اینم از کریتش که فکر کنم 80-90 تا زدم تا بهم داد، ایموتش هم بهم داد، بقیه گان اپیکاش اینا اصلا مهم نبود واسم. بریم یه دونه گیم پلی خفن واسه تون بذارم، ببینید با این کاراکتر چی کار دارم میکنم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ گیم پلی.